از 16 هزار سال پیش که 24 هزار سال پیش زمین یخ زد. این یخ زدگی تا 8 هزار سال طول کشید. بعد آریاها اونجا تعداد زیادی تلفات دادن، حرکت کردن به سمت جنوب، اومدن به ایران. این 16 هزار سال پیش رسیدن به مرزهای ایران، 2000 سال طول کشید تا جایگزین شدن در ایران و بعد جدا شدن. هندی ها رفتن به هند و اروپایی ها رفتن به کاکیجی ها و قفقاز و رفتن به کشور خودشون. ایرانی ها موندن در ایران، همه قبلا اینجا بودن، در ایران بودن. بعد 2000 سال هم طول کشید تا تونست حکومت تشکیل بدن. میشه 12000 سال که در 12000 سال هست که فردوسی میگه نخستین خدیوی که کشور بشود سر پادشاهان کیومرث بود. کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوه اندر آورد جای. چون بازم زمین سرد بود، اینها رفتن توی غار، به کوه اندر آورد. غار توی غار گرمه، خونه هم که نمیتونستن بسازه. و یواش یواش که زمین گرم تر شد و یخ آب شد، حالا که قبلا گفتم قدم به قدم اگر یادتون باشه که چطور ایرانی ها مثلا این کلمه دیوار و دیوها ساختن، در بهش میگن دیوار، یعنی دیوهای دیوارها دلوی خونه ها رو ساختن. و هوشنگ اولین کسی که خانه سازی رو به ایرانیان یاد داد، به دلیل اینکه زمین دیگه یه مقدار به یخ آب شده بود. نه هر کدوم هزار سال طول کشیده، ولی این مسئله ادامه داشته. به همه اینا میگن پیشدادی، یعنی از کیومرث تا نوذر که گفتیم اعدامش کرد افراسیاب، تمام اینا پیشدادیان هست. ولی فاصله این چیزشون میشه حدود 7000 سال طول کشیده است. یه روزه تغییر نکرده، یعنی جمشید منتها. این هزار سال که میگن شاهنامه و چیز اون کتاب خطاینامک، این واقعا اینقدر اطلاعات دقیق نداشته که بگه این هزار سال چه خبر بوده. به این دلیل هر سلسله ای را یه اسمش گذاشته. معلوم نیست که اسم کیومرث کیومرث بوده، اسم جمشید جمشید بوده، ولی اینا این اسم ها رو گذاشتن برای سلسله ها. در شاهنامه میگه مثلا جمشید 720 سال سلطنت کرد. یه آدم که 720 سال زندگی نمی کنه، این یه سلسله است. یا ضحاکیان 1000 سال، 1000 سال که ضحاک زنده نبوده است. این سلسله ضحاکیان هست که ایران رو اشغال کرده. منظور اون آقای دکتر، اون زمان ماه رو سال حساب نمی کردن. اگر هر 12 ماه رو یک سال حساب کنن، 700 سال میشه حالا 60 سال 70 سال. معلوم نیست که اونجوری بوده. البته در عرب اینجوری بوده است، چون روی ماه میگشته. ولی ایرانی ها که از اول روی خورشید میگشته به اون شکل دقیق نمیشه گفت. ولی مثلا در قرآن میگن به نوح پیغمبر الف سنت الا خمسین عام، هزار سال من مای پنجاه سال دوره پاد چیز بوده پای پیغمبرش بود. ولی میگه الف سنتن الا خمسین آم. سال رو دو تا اسمش میزنه، معلومه یکیش ماه، یکی اون سالها مثلا هزار سال نبوده، هزار ماه بوده. میشه 80 سال تقریبا، 90 خورده، نزدیک 90 سال. یه مدت یه قرن 100 سال. آره قرن بعدن تغییر کرد و 100 سال شد. یه زمانی قرن را میگفتن 50 سال، اول 25 سال. به این دلیل هم میگن ذوالقرنین. ذوالقرنین یه قرن، یکی به معنی شاخه
دو تا شاخ داشته، کلاه دو تا شاخ رستم هم میذاره سرش. این را میگن زرقل، یکی که دو تا 25 سال حکومت. به ناصر دیشم اگر یادتون باشه میگفتن صاحب قران، قران یعنی دو تا قران. ناصر دیشم 50 سال سلطنت کرد، میگفتن سلطان صاحب قران، میگفتن 25 سال بوده است. یه زمانی گفتن 50 ساله، الان میگن 100 سال. دقیقه این سیر تطور زبان هست. زبان مرتب تغییر میکنه. انگلیسان میگن که language is dying، زبان میمیره، لغت ها معنیش عوض میشه، لغت تازه میاد جای لغت های قدیم. به این دلیل میبینید بعضی از این حرف ها به عقل جور در نمیاد، ولی وقتی بررسی میکنی میبینی که به قول رشید یاسمی استاد دانشگاه تهران میگفت که تاریخ تاریک است. دقیقا نمیدونید که چه خبر بوده است. ما یه حرف ها نیزم دیگه، یه کمی وقت گذشت. رزمی که خسرو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد، چون وقت هم داریم لطف کنید یه 5-6 دقیقه اگر فرشمنت بخواید انجام بدید تا بعد بریم بقیه داستان دنبال تاریخ ادبیات و گلستان سطح. آقای دکتر چرا صاحب قرانه میگید دو قرن چیز که حکومت 50 سال کرده بله؟ چرا